امروز سری زدم به پایین شهر و همچنین جاهای قدیمی، جایی که بیشتر مردم خریدای روزمره‌شون انجام میدن. رسیدیم به گود گلکو که کم کم داره با برج‌هایی که درش ساخته میشه تغییر شکل و ظاهر میده و همچنین جایی است که هنوز مرکز فروش زغال و تنباکو و قلیون و این چیزا است. در ادامه مغازه‌هایی که نوستالژی و کم کم فراموش شده است رو میبینیم و کلی ماجرایی دیگه. تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. درود خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب و عالی باشه. خوش اومدید به شهر شیراز، مرکز شهر، خیابان قانی نو، حد فاصل دروازه کازرون تا میدون ارتش. این جز اولین ویدیویی است که توی زمستان 1403 براتون ضبط میکنم. اوایل مهر ماه هستیم و با اینکه آفتابه خورده هنوز تیزه، ولی انگاری هوای خنک شروع کرده به وزیدن و یه هوای خوبی هست نسبت به ساعت 11:30 دو ماه پیش، قابل تحمل تره یه خورده. میخواییم از خیابون قانی خوردشو ببینیم، بریم گلکو و بعد خیابون کارگر و دوباره تقریبا برگردیم به خیابون قانی نو. انگار یه دایره دور خودمون میچرخه. محل قدیمیه و اونایی که خاطره دارن یا دوست دارن اینجور محله ها رو برشون میتونه جذاب باشه. شهیدان طبری نوشته. یه ویژگی که این محل داره این که خاکش قبلن میبودم که میدونم برای کارهای متفاوت و به خاطر همین گود شده، گود گلکوب. به خاطر همین می نیسن گلکوب ولی میگن شیرازی ها گلکوب. اینجا من یادم چند تا پیش یه زمین ول بود که ماشینا همجور کوچیک هم بودا پارک میکردن، الان یه ساختمون سه طبقه شده. کی فکرش میکرد تو گود گلکو ساخت برج بسازن، ساختمون های سه چهار طبقه. بریم ببینیم این پایین ترین نقطهش چند طبقه بزنن بعد میرسه به خود خیابون اصلی. بپرم دو طبقه بزنن چون خیلی پایین داره. ببینید از اونجا یه شیب زیاد داره.
رو سیمه هم همیشه من میبادم یه جفت کفشی آویزون بود ولی الان نیست. خیابون شهیدان طبری که از اینجا به بعد هم همش محل پر کردن کپسول گاز و فروش زغال و این چیزا هست. ساعت 11:30 قبل از ظهر و مغازه ها بسته. هسته نباشید زغال کیلو چند؟ چل؟ زغال هم کیلو 40 تومن. خب رسیدیم به خیابون کارگر. این خیابون حتما چند سال بعد یا همین چند وقت دیگه خیلی باید شلوغ و معروف بشه. چرا؟ چون که در عوض کازرونی که چندین ویدیو هم ازش گرفتیم و حالا بهتون پیشنهاد میشه قشنگ میاد اینجا بازار ماهی فروشه در عوض کازرون که خیلی هم من قور زدم سرش میاد اینجا و حالت رسمی تر و تمیز و تر و تمیز هست اینجا دیگه، جایی که فاضلاب خوبی داشته باشه بتونن لوله کشی خوب داشته باشه حتما بو نمیگیره یا یه سیستم سرمایشی خوب داره مثل دروازه نیست تا به سونایی خورد بو بد بگیره. احتمالا بازار معمی فروش هم میاد همینجا. خیلی ساختمان بزرگیه و چندین سال دارن میسازن، مشغولن و دیگه آخراش هست. مغازه‌های مختلف تنباکو و سیگار و قلیون یا قلیان، این یه دیگه قلیونی داره هم قد من اقل بلنده. قلیونش مثل همونه، بیشتر توی رستوران ها و کافی شاپ ها که قلیون سرو میکنن همین هست، همین شکلی قلیوناش بزرگ. اینجا میبینید گوده بیشتر کوچه ها، اینجا گوده به خاطر اینقدر که خاک برداشتن از اینجا دیگه گود شده. یه قهوه خونه هم اینجا بود، قهوه خونه ای که حالا اگر شد چند تای معروف تو شیراز میریم عکس و فیلم میگیریم. فعلا ما گذاری رد میشیم. هنوز قسمت پایین شهر مرکز شهر همچنین هجله هایی میذارن کسی فوت کنه 20 خورده 30 خورده سالش باشه میزنن جوان ناکام مثل این الان دیدم عموی عزیزم رسول جان.
هم کوچه هاش جالب. رو اون خونه دو سه تا دیش ماهواره است، با اینکه شاید وضعیت مناسب زندگی نداشته باشه، ولی اون ارتباط با شبکه ها حتما با برقرار باشه دیگه. سرگرمیه میگن سرگرمیمون چی باشه؟ یه تلویزیون خوب میگیرن، حالا مسجد صاحب زمان تأسیس 1329 تقریبا 74 سال پیش. آره داشتم میگفت یه تلویزیون خوب با یه دیش ماهواره و ریسیور میشه سرگرمی مردم. تلفون عمومی که گوشی نداره. اینجا هم یه قناری نر هست، کیلو 550 130 400 اون بربری حسن بفهم راحت باش. کوچه این بر یه خورد هموارتره تا اون سر. هنوز این محله دکور و همه چیم قدیمی، حتی سب خرازی دارم. حالا بالا شهر یه کتاب فروشی مده اونجا نوشته اکسسوری و از این چیزا. تنباکو هم دیگه قیمتش حدود از 140 شروع میشه تا 200 خورده 300 خورده، یه جا 500 هم دیدم. اون دیگه نمیدونم، حتما یه
یه چیز مرغوب و خاص. که الان بالا شهر یه ویدیوش زیاد دیده مثل مارکت فروشی فلان سوپرمارکتی اینا، ولی بقالی یا آلهوی دیگه داره. فهم که ازش رو داشتیم بهش میگن دیگه بقالی. تقریبا ما آخرین نسلی هستیم که هم چیزهای سنتی و قدیمی رو دیدیم و الان تو دل تکنولوژی و هوش مصنوعی چیا هست. این بستنی فروشی هم قشنگ تمش نارنجی است، هم رنگ آپاویت. ثانیه گفتن نداریم چیز میخوایی و برو یه جای دیگه. سلام آجام. سلام. سهلی رفتم کافه گفتم بپس که من یه گفتم کسی دیگه گفتم تموم نشه دیگه یه سهلی خورده بود یه سهلی خورده بود یه سهلی خورده بود میدونم یه ساعت داشتم میگم دارم فرش میگم
چند قدم دیگه هم میرسیم به میدون ارتش. ممنون میشم ویدیوها رو دوست دارید حتما لایک کنید، سابسکرایب اگر تا حالا نکردید بکنید و برای دوستاتون هم بفرستید از وقت این زیرنویس اتومات یوتیوب هم اومده خوب شده دیگه، به همه زبون ها میشه اوتو ترنزلیت کرد و بفرستید برای دوستات. حالا اینجا یه خورده پایین شهره، جایی لوکس رو بفرستید برای دوستان خارجتون. ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. حالا چند قدم جلوترم میگیرم براتون، فعلا تا یه ویدیوی دیگه، یه شیرازی هدیه دیگه. شب و روزگار به شما خوش.